درود بر شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی. من کامنت ها رو بستم که بتونم یه چند دقیقه صحبت بکنم. یه سری کارهای مهم داریم انجام میدیم، داریم میبینید دیگه، استوری میذاریم، بالاخره شما کم و بیش میبینید. هر کس بخواد بگیره میگیره دیگه، ما چی داریم میکنیم دیگه، نیازی به گفتن نیست. و اما امروز یک خبری به بنده رسید که بسیار ناراحت شدم. البته من غالبا در خصوص زندانیان سیاسی فعالیت میکنم، حمایت ما بیشتر روی زندانیان سیاسی است، بیشتر که نه، کلا قطعا از زندانیان سیاسی حمایت میکنیم. مشخصا عزیزانی که در سال 401 بازداشت و زندانی شد. اما امروز از شهر لاهیجان، از شهرستان زیبای لاهیجان، یک خبری به بنده رسید. بسیار بسیار خبر ناراحت کننده ای بود و بنده هر چقدر تماس خواستم بگیرم، با ارتباط برقرار کنم با خانواده در واقع رهبری خواه، نتونستم. حالا جریان چی هست الان به شما میگم. در سال 1398 آقایی به نام، جوانی به نام آقای امیر بورمند، ظاهرا سر یک مشاجره لفظی که علتش هم حالا بسیار بسیار علت همینجور شوخی و مشاجره لفظی و اینا، در شهر لاهیجان در محله لاشیدان حکومتی، اسم اون محله است، شخصی به نام آقای رهبری خارو با چند ضرب چاقو میکشه. اون سالی که این اتفاق میفته سال 1398 بود و خدمت شما که عرض کنم همون سال هم این آقای امیر بورمند که قاتل هست در واقع دستگیر میشه و به زندان لاهیجان انتقال داده میشه، از آنجا به زندان لاکان رشت انتقال داده میشه. آقای خانواده رهبری خواه در محله لاشیدان حکومتی یا همون شیداسر اگر اشتباه نکنم، این اطلاعاتی که من دادن، برادر مقتول های روح الله رهبری خواه هست اگر اشتباه نکنم. آره، روح الله رهبری خواه هست و خود مقتول هم من اسمش رو تا الان به من نگفتن که در سال 98 کشته شد. ظاهرا آنجا یک هندوان فروشی داشت و درگیری اونجا به وجود میاد. و بگذاریم، از آن سال تا به الان آقای امیر بورمن در زندان به سر میبره و حکم اعدامش اومده. ظاهرا قرار فردا صبح ساعت 4 صبح اعدام بشه. الان که دارم با شما صحبت میکنم ایران فکر کنم ساعت 21:03 است اگر اشتباه نکنم، ساعت به وقت لندن 18:33 است، به وقت ایران ساعت فکر کنم 21:03 است اگر اشتباه نکنم. ولی دیگه تا 4 صبح چیزی نمونده. این خبر رو به من دیر دادن و من خیلی امروز علی رغم اینکه خیلی از شب دارم، از نیمه های شب دارم کار میکنم، به خاطر اینکه دو تا زندانی با شرایط بسیار بد سیاسی هستن و ما داریم اونا رو کاور میکنیم و میکائیل عزیز بچه‌ای که مریض هست اون رو داریم، یک کارهایی برای اون داریم انجام میدیم. یک عزیزی قطع نخا هست، البته اون سیاسی نیست ولی قطع نخا هست، ما بهش قول دادیم بهش براش کار انجام بدیم و من امروز خودمو کلن گذاشتم برای این کارها. ولی اما غروب همین الان به من گفتن فرشاد تو یه لایو بذار، خانوادهش در لاهیجان لایو تو رو میبینن، خانواده آقای رهبری خواه. من از همینجا خواهش میکنم آقای برادر مقتول، آقای روح الله رهبری خواه بزرگوار، من اگر ایران بودم خودم میومدم به دست و پات میافتادم که این بچه رو رضایت بدی بهش. من در ایران زمانی که بودم، شما میتونید برید آقای رهبری خواه، شما میتونید برید در سیاه کل و اونجا بپرسید. من در شهرستان سیاه کل یک قصاصی رو، یک کسی که در لنگرود یک بچه سیاه کلی رو کشته بود، من رفتم سیاه کل و اونجا رضایت گرفتم. یعنی من باعث شدم رضایت دادن. چندین بار رفتم، من حتی کتک خوردم یک بار. من اگر ایران بودم حتما می اومدم آقای رهبری خواه
به دست و پات می افتادم برای اینکه زجه های مادر امیر بورمند و امروز فیلمش رو برای من فرستادن. بسیار بسیار دردناک بود. بسیار بسیار شما اگر رضایت بدید فردا امیر بورمند از اعدام نمیشه. اگر رضایت هم ندید باور بکنید چیزی از درد داغ برادرتون کاسته نمیشه. برادر شما کشته شد توسط امیر بورمند، درسته، حق 100% و مسلم با شماست، ولی باور کن خون رو با خون نمیشورن. یک دعوا بود، یک دعوای لحظه‌ای بود، یک مشاجره بود، در لحظه اتفاق افتاد، یک طرح از پیش تعیین شده نبود. من امروز تحقیق کردم آقای رهبری خواهی عزیز. من میخوام از همین تریبون از شما خواهش کنم اگر میشه خانواده محترم رهبری خواه از اعدام این آقای امیر بورمند فردا صبح صرف نظر کنید. من از اینکه یک انسانی فردا صبح میخواد اعدام بشه و شما تلفنتون رو بستین، درب منزل خودتون رو به روی هیچ کسی باز نمی کنید. باز هم میگم حق دارید، اما باور کنید اگر ببخشیدش همین امیر بورمند میاد پسر شما میشه، میاد برادر شما میشه. یک زندگی دوباره به یک انسان میبخشید و این واقعا برای خودتون یک بازتاب خوبی خواهد داشت. من اینجا از شما تقاضا میکنم، از شما خواهش میکنم خانواده آقای رهبری خواه عزیز، با اینکه قطعا و مسلما حق با شماست و هیچ کسی نمیتونه جای شما باشه، داغی که شما دیدید بسیار بسیار بزرگه، اما من میخوام براتون بگم از مادران داغدار، از پدران داغدار، از کسانی که فرزندان خودشون رو در راه آزادی از دست دادن. شاید میخواید بگید که اونها لاغر میگن ما بچه‌مون رو تو راه آزادی از دست دادیم، ولی بچه برادر ما رو، بچه ما رو کشتن، نفر معمولی کشت. درسته، میگم حق با شماست، ولی باور بکنید حال خوب خودتون رو میتونید اینجوری تضمین بکنید با بخشیدن امیر بورمند. من امشب اصلا بنا نبود لایف بذارم، برای اینکه گفتم دارم کارهایی میکنم. من اگر الان دوربین رو بچرخونم و اسناد و مدارک اینجا هست به شما نشون بدم هفکه نمیتونم، و میبینید قیافم اصلا داغونه. من از شما خواهش میکنم، خواهش عاجزانه میکنم، میگم اگر ایران بودم خودم میومدم به دست و پاتون میافتادم. فردا ساعت 4 صبح این بچه قرار اعدام بشه، آقای امیر بورمند الان در زندان لاکان رشت هست. اگر براتون مقدوره از خونش بگذرید و فردا میتونید در صحنه اعدام حضور پیدا بکنید و دادستان هم میاد و همه میان و خانواده قاتل میاد، مادرش میاد، مادر امیر میاد، شما هم اونجا حضور دارید، میتونید رضایت بدید. یک بار چشماتون رو ببندین و دلتون رو راضی کنین، رضایت بدید. سال 1398، الان 1403، 5 سال گذشته، داغ از بین نمیره، عزیز فراموش نمیشه، حق با شماست، اما میتونید رضایت بدید، میتونید ببخشید، میتونید بزرگواری کنید و امیر بورمند رو ببخشید. اشتباه کرد، جوان بود، شما هم اشتباه میکنید، همه اشتباه میکنند، جوانی این مسائل رو داره. یک دعوای ساده دوستانه بود، بچه محلی بود. امروز خبر دارم تمام مردم لاهیجان، تمام مردم که میگم عده زیادی از مردم لاهیجان دم درب منزل شما اومدن و خواستن از شما طلب بخشش بکنن. مادر امیر بورمند دم درب منزل شما به زمین افتاد و زجه موره میزد. امیدوارم که صدای زجه هاش رو بشنوید. گفتم حق مسلم با شماست، اما لذتی که واقعا در بخشش هست در انتقام نیست. من دیگه چیزی ندارم بگم.
میگم اگه ایران بودم میومدم به دست و پاتون میافتادم خانواده آقای رهبری خواهی عزیز. دم شما گرم. من کامنت ها رو باز میکنم، یه ذره کامنت میخونم دوستان و از حضورتون مرخص میشم. خانواده آقای رهبری خواه، امیدوارم که این لایو من به گوشتون برسه و این صدای من به گوشتون برسه و این بزرگواری رو بکنید. واقعا امیدوارم این بزرگواری رو بکنید و رضایت بدید تا امیر برومند یک بار دیگه بتونه زندگی بکنه. چون مطمئن باشید خودش میاد نوکریتون رو میکنه. مطمئن باشید. شاید بگید نه ما این چیز ما تصمیممون رو گرفتیم، ما کارامون رو انجام دادیم خدمت شما خدمت شما عرض کنم که من از شما خواهش میکنم، میگم به پات منم موهای تنم سیخ شده، آیه نمیدونم آیه روح الله رهبری خواه، خانواده محترم رهبری خواه، من به پاتون میافتم، من فرشاد کمترین حقیر ناچیز به پاتون میافتم، من هر سال زندانی آزاد میکنم، الانم بغض گلومو گرفته واقعا. من پارسال زندانی آزاد کردم، امسال زندانی آزاد کردم، الان هم تعداد زیادی خانواده های زندانی رو تحت پوشش داریم، کارهای داریم میکنیم، بالاخره یه سری کارها داریم میکنیم، بیکار ننشستیم، طنز هم کار میکنیم. کار اصلی من کمدینه، من کمدین بودم واقعا، من هر روز مردم رو میخندوندم، طنز میگفتم، الان یه مدتی طنزم خشک شده. قول میدم، من خودم قول میدم شما رو بخندونم، خانواده رهبری خواه، من خودم قول میدم به من زنگ بزنید، شماره واتساپ هم رو میدم، رسما شما رو 10 شب خانوادتون رو بخندونم. خواهش میکنم از شما، من خودم که دارم الان یه حرف میزنم، همین جمعه 40 پدر منه، پدر من فوت کرده، 40 پدرم همین جمعه است. من خودم داغ دیدم، اینجوری نیستم، حالا الان درست نیست اینجا توی لایف بگم، ولی بر صورت ما هم میدونیم داغ برادر، داغ پدر، داغ اینجوری نیست که فکر کنی یه آدم شکم سیر داره این حرفو میزنه، نه. من فرشاد آشور ازت خواهش میکنم، از شما خانواده رهبری خواه خواهش میکنم که این بزرگواری رو بکنید. دوستان عزیز، اگر این لایو رو میبینید، برای خانواده رهبری خواب بفرستید. من این لایو رو استثنان ذخیره میکنم در کانال، در همین شب اینستاگرام و کانال یوتیوب هم ذخیره میکنم. امیدوارم که فردا ساعت 4 صبح امیر برومند اعدام نشه. امیدوارم که فردا 4 صبح امیر برومند اعدام نشه و شما اونقدر بزرگواری کنید که من بیام فردا شب لایف بذارم و دستانتون رو از راه دور ببوسم، کف پاتون رو از راه دور ببوسم. امیدوارم شما اونقدر بزرگواری کنید که من فردا شب لایف بذارم و بگم کف پاهاتون رو میبوسم، دستانتون رو میبوسم. باور کنید ما هیچ کس رو نداریم آقای رهبری خواه، خانواده عزیز رهبری خواه، ما فقط همدیگر رو داریم. جوانان این مملکت سرمایه های این مملکت هن. حالا گاهن اشتباهاتی میشه، مسائلی پیش میاد، ما باید به همدیگر رحم بکنیم. واقعا اگر ما به همدیگر رحم نکنیم، به خدا این دنیا قشنگ نیست و ما میتونیم خیلی در کنار هم قشنگ تر زندگی کنیم، مهربان تر زندگی کنیم. دارم کامنت ها رو میبینم،
دارم کامنت ها رو میبینم دوستان عزیز. اون جوانی که میخواد فردا صبح اعدام بشه، امیر بورمند، زندگیش در دستان، در گروه رضایت خانواده رهبری خواه. خانواده رهبری خواه عزیز، در شهر لایجان امیر برومند رو ببخشید. به امیر برومند، امیر برومند ببخشید. امیر برومند رو بهش رحم بکنید. بذارید یک بار دیگه بهش فرصت زندگی کردن بدید. یک بار دیگه بهش فرصت زندگی کردن بدید. فرصت زندگی کردن خواهش میکنم از شما، خواهش میکنم. شما اگه ببخشید و شما خانواده آقای رهبری خواه، اگر این امیر بورمند رو ببخشید که زیر فکر کنم 30 سال سنشه و سال 98 نیست، اگر ببخشید باور بکنید یک ایران هواخواه شما میشن، یک ایران برادر شما میشه، یک ایران خواهر شما میشه. میدونم هیچ چیزی جای برادرتون رو نمیگیره، هیچ چیزی جای فرزند دلبندتون رو نمیگیره، ولی اگر بخواید ببخشید امیر بورمند رو، مطمئن باشید ایران همراه شما خواهد بود. میگه خانواده رهبری رو بیار بالا اینجا، اگر نیستن، اگر باشن من با کمال میل میارم بالا، با کمال میل میارم بالا. خواهش میکنم از شما، خواهش میکنم از شما، که این کار رو بکنید و ببخشید. بذارید یه جوان دوباره زندگی کنه. بذارید یک جوان دوباره زندگی کنه و من این لایو ذخیره میکنم، هم در اینستاگرام و هم در کانال یوتیوبی. دم شما گرم. یک بار دیگه خانواده رهبری خواه عزیز، امیر بورمند رو ببخشید و فرصت زندگی بهش بدید. دم شما گرم. هر گلی زدی به سر خودتون زدید. دم همتون گرم. مخلصم.